در جشنواره بین المللی ادبیات صداهای جهانی انجمن قلم یا پن در نیویورک که با موضوع مفهوم شجاعت در عرصه ادبیات، هنر و سیاست با ریاست سلمان رشدی یکی از بنیانگذاران اصلی این جشنواره برگزار شد، نام صدها نویسنده، شاعر و فیلسوف معاصر به چشم می‌خورد که از سراسر دنیا برای شرکت در این مراسم به نیویورک آمده بودند. یکی از این شخصیت‌ها پال آستر، نویسنده، فیلمنامه‌نویس و مترجم مشهور نیویورکی بود که تمامی کتاب‌هایش به زبان فارسی ترجمه شده و در میان مخاطبین فارسی زبان از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است. ایران از فرهنگ غنی برخوردار است، اما مردم آمریکا از این موضوع خبر ندارند. ما فکر می‌کنیم ایران یک کشور دیکتاتوریه، در حالی که اونجا خیلی اتفاقات داره می‌افته. پال آستر ضمن ابراز قدردانی از حمایت مخاطبین ایرانی خود گفت که چگونه در ابتدای آشنایی با آنها از سطح بالای سواد و درک عمیق ادبیشان حیرت زده شده بود. من یکی دو بار با گزارشگرهای ایرانی مصاحبه تلفنی انجام دادم و این گفتگوها گاهی اوقات 2-3 ساعت طول کشیده. من باید اقرار کنم که میزان پیچیدگی و سطح سواد آنها در زمینه ادبیات خارق‌العاده است. این مصاحبه‌ها به مراتب بهتر و عمیق‌تر از مصاحبه‌هایی بوده که من در آمریکا یا حتی فرانسه و آلمان انجام دادم. پال آستر همچنین از مشکلات همکاری با ناشران ایرانی سخن گفت. ایران رسماً در کنوانسیون حق چاپ شرکت نمی‌کنه. بنابراین کتاب‌ها مدام به طور دزدی و غیرقانونی چاپ میشه. من تا چند سال پیش از این موضوع خبر نداشتم تا اینکه یک بار یکی این جریان رو به من گفت و من از 4 سال پیش یه ناشر درست حسابی پیدا کردم. الان 2-3 تا ناشر در ایران هستن که واقعا دارن تلاش میکنن تا قانونی کار کنن. قرارداد میبندن و پول پیش میپردازن. هرچند ناچیز، اما در هر حال از خودشون برخورد درست و شرافتمندانه نشون میدن و تصمیم گرفتن به جامعه جهانی ملحق بشن. من نمیخوام اسم ناشرم رو اینجا بیارم، اما اون به من گفت رد کردن خط قرمز سانسور در ایران کار سختیه. من توی یکی از کتابام یه چیزی راجع به سلمان رشدی نوشته بودم که اون گفت ما نمیتونیم اون رو چاپ کنیم. منم گفتم پس بیا از فکر چاپ کتابم بگذاریم، چون من نمیخوام خودم رو سانسور کنم. اون گفت که اگه ما چاپش نکنیم یکی دیگه به طور غیرقانونی این کار رو میکنه و بدتر میشه. گفت ببین، طوری که دولت کتابا رو سانسور میکنه اینطوریه که کتابا رو از زیر یک اسکنر رد میکنه. به محض اینکه به یه واژه حساس برخورد کنن جلوی چاپ کتابو میگیرن. من این چیزا رو که میشنوم واقعا شگفت زده میشم. هم خارق العاده است و هم وحشتناکه. من میخوام از همینجا به همه ایرانیهای اهل ادب سلام بفرستم و بگم که به فکرشون هستم. در میزگردی که به مناسبت انتشار یک گلچین ادبی ژاپنی با عنوان مانکی بیزنس در موزه بنیاد آسیایی برگزار شده بود، پال آستر، چارلز سیمیک شاعر سرشناس آمریکایی، جنیچیرو تاکاهاشی رمان نویس و منتقد ادبی ژاپنی و مینا ایشیکاوا شاعره جوانی که به عنوان صدای جدید در سبک شعر تانکای ژاپنی شناخته شده است، با یکدیگر به گفتگو نشستند. آنها به بررسی تشابهات و اختلافات فرهنگی ادبی و چالش‌های مربوط به ترجمه دو زبان انگلیسی و ژاپنی با یکدیگر گفتگو کردند. تد گوسن و موتوی شیباتا مترجمان و سردبیران این کتاب نیز در این گفتگو شرکت داشتند. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.